والا هیچ کس به رضای خود کشور خود ترک نمی کنه. به اساس مجبوریتی که داشتیم، به اساس جنگ و بدبختی که سر افغان ها آمدن. من نامم محمد حسین است، تخلص حسنی. یکی از کسایی که در کمپ کاسیکا زندگی می‌کنم. روزمره شما در رسانه ها می‌بینید و شاهد هستیم که چی بلاهای سر مردم میاد. اما مجبور به ترک وطن شدیم به خاطر جنگ و ناامنی کشور، به خاطر حفظ جان خود. ما جنس‌هایی را که میاریم از فروشگاه‌های مثلا آسیایی، مثلا از قبیل برنج و غن و یه چیزاش که میاریم، به ذائقه مردم است، به ذائقه مردم کم کرد. حداقل اینا همون غذایی را که دوست دارن به خود من بخورن و غذایی که برای مردم توضیح میکنه. ای کاش بتانیم یک روز بیاییم خودتان سر بزنیم از این غذا که چی میده برای مردم. غذایی که برای مردم میده قابل خوردن نیست. گذاشتیم در قرض یا در هر چیزی که ماه به ماه اینا به ما پول میدن، اینا را از اینا گرفتن. من میمانم که از این به بعد این مهاجره چطور زندگی کنه با 75 یورو. همین جمع دکاندارایی که ما در کمپ بودیم، ما رفتیم دمی دروازش ورقایی بر ما آورد که گفت طبق اعلام وزارت شما باید مغازار تحقیل کنید. سر این سه سرطاسریه برای ما همین که چیزی کنید. وقتی ما سوال کردیم که چرا خودو قبلا یک از دکاندارا به اصطلاح دکانش بغل کانکسش بود، این گفت از بغل کانکس خراب کن برو در سمتی که به اصطلاح مسجد است اونجا بساز. این آدم حدود 1200 یورو هزینه کرد. ما نفهمیدیم که چرا و چی دلیلی شد. یک سری نه کاری درست سایی بر ما بوده و ما بدترین کارها هم حاضر انجام بدیم، بریم در مرخ بار زدن و با هر کار سنگینی که از زهده ما بر بیایه ما انجام بدیم. بدون مغازه اگر من میتونستم حمایت کنم که حداقل هیچ مغازه نمیزدم. اما طبق قانون از یا اما قانون میگفتم که آقا سایی درسته، چون کار نداریم، پولی نداریم، با 75 یوروی که میده زندگی ما رو میچرخه، ما مجبوری به کار کنیم. آیا شده باشه که برای ما یک کاری درست کرده باشه؟ ما اگر کار سیاه کنیم بگه که شما رفتیم مثلا کار غیر قانون انجام دادیم و یک جرمانه ای سر ما میپردازه؟ من نمیفهمم دقیقا. من خواهشم از دولت یونان، از مردم یونانیه که حداقل قبل از اینکه بیاید برای مهاجرین کمک کنه، کمک عمده ای که میکنم قانونش رو تشریح بده که این مهاجر قانونش رو بفهمه که حداقل با کدوم قانون باید رویه کنه. فقط برای همه مردم، برای همه انسان ها آرزوی ما است که کشور شان بیوشه و بتانه در هر کس در کشور خود با صلح و صفا و آرامش زندگی کنه. فقط این آرزوی است.